باشه، پس من میرم ببینم. آماده سازی گروه در چه حاله؟ کاترینا رودیانوف، پدرت در مورد رابطش با من چیزی بهت گفته؟ کی؟ پدرت، سرگئی سرگئیچ. پدرم راجب تو؟ خب همه شما رو توی شهر میشناسن، مطمئنن منم شما رو ملاقات کردم، اما یادم نمیاد کجا. بابا دخترم، یه نفر کپی طرح‌های مخفی منو تو دفترم گذاشته. اگه اونا لو برن مطمئنن تیربارون میشم. نمیدونم چی کار کنم. اونا رو تو شمینه میسوزونی دختر باهوش؟ سریع. آره زود باش، کار درست همینه. سرگئی سرگئیچ، بیدار شدی؟ از اتاقا شروع کنید. هرچند فکر کنم خواب نبودی. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیتس مدیا اینترتینمنت. متاسفم ولی اصلا متوجه کارت به زودی نمشت. متوجه میشی، سب کن. همه جا پاک قربان. چقدر پاک؟ خوب نگاه کردی؟ بله قربان، هیچ چیزی اینجا. با دقت بگردین مطمئنن پیداش میکنین. ما به زودی همه چیز رو پیدا می کنیم. از من درباره بابا پرسیدی؟ نه. چیه؟ باید بهتون بگم که من پدرم و قبل از مرگش به خاطر مشغله کاری زیاد ندیدم. اگه شما تونستید ببینیدش پس... خیلی خوب، تمومش کنیم. اگه به زودی سر مزار پدرت رفتی، حالا بعد یا قبل جنگ به منم سر بزن. شاید منم به زودی اونجا آروم بگیرم. آهنگ خوبیه سرگئی سرگئیچ، موافقین؟ موافقم، اما متوجه منظورتون نمیشم. چرا متوجه نمیشین؟ شما به اداره اطلاعات دعوت شدین. بشین و به این فکر کن که برای شنیدن یک آهنگ زیبا به اینجا دعوت نشدی. فکر کنم که همینطور. بله بله. دخترتون حالش چطوره؟ چطور با پسر فون بوس آشنا شد؟ اونا با هم دوستن. دعوتمون کردن بریم آلمان. خب خب، پس تو رو به اونجا دعوت کردن. سرگئی سرگئیچ، کار چطوره؟ ما در حال اتمام نصب تجهیزات جدیدیم. هنوز تو دنیا همچین چیزی وجود نداره. نمونه های آزمایشی آماده شده بود. شما منو اینجا احضار کردید. چه اتفاقی برات افتاده؟ چطور مگه؟ چون حکم دستگیری تو اومده حروم زاده. من چه گناهی کردم؟ خیلی چیز. این اصلا امکان نداره. متاسفانه امکان داره. جاسوسی شما برای آلمان کاملا روشن. اون زمانی که بین شوروی و آلمان پیمان همکاری منعقد شد و تو سعی کردی این دوستی رو از بین ببری، همین برای دستگیری تو کافیه. امیدوارم بفهمی. چرا حرف نمیزنی حرومزاده؟ بلند شو. زود باش. متوجه شدی؟ بله متشکرم. شاید بهتره کمی استراحت کنی. داری شوخی میکنی؟ خیلی خوب. میدونی رودیانوف،
من اغلب از مردم به خاطر اینکه قوی نیستن ناامید میشم، اما گویا تو مرد قوی هستی و اینکه تو با اشتیاق کار میکنی و ترسی از تموم شدن زندگی با ارزشت نداری قابل تحسینه. به ندرت کسی مثل تو پیدا میشه و هر بار که تو رو ملاقات میکنم خیلی خوشحال میشم. جدی میگم، بهتره بشینی. این تصمیم شما بود، بهتره حرف دلتون. شاید اینطور باشه، شایدم کسی دیگه ای رو پیدا نکردم. علاوه بر این من همه چیزو با خودم بگم. بله، و به نظرم نه به این دلیل که تو قبر خودتو با دستات کندی، چون تو آدم حرفی نیستی. اینا رو داری به یه جاسوس میگی؟ خب جاسوس آدمن دیگه، و همیشه آدم های بد داستان نیستن. موافقی؟ به نظرم یکم نوشیدنی یا شنیدن موسیقی مورد علاقه من بد نباشه. هنوز فشنگای جنرال رو داری؟ آره، دوتا. عالی شد. پس نظر تو عوض نکردی؟ نه، پسرم زنده است، باید بتونم به چشمش نگاه کنم. درسته ثباتی، درسته. خوب فرماندهی کن. تکتیر انداز آماده این؟ رو به جلو، پیش آنگاه. آماده این. باتاگوف برو جلو. اطاعت، همه به پیش. ثباتی، امیدوارم موفق بشی. اشتباه نکن پسرم. صبور باش دختر. دو نفر سمت راست پل. دیدمشون. محاسباتتون درست؟ درسته. پنج ثانیه بعد از رفتن سربازا شروع میکنیم. امیدوارم.
ساباتین، تو تازه پسرتو پیدا کردی؟ تجهیزاتتون رو چک کنین، وگرنه آلمانیا همین بلا رو سر ما میارن. اصلا نگران نباشین، ما طبق نقشه کار میکنیم. هر کس مسئول منطقه خودشه. دوباره تکرار میکنم، بدون جلب توجه میکنم. چرا خدا اعتقاد داری؟ خب مگه من چه رفیق؟ خب تا یه ساعت دیگه منتظر بمونید، بعدش دیگه نه. آماده باشین شناگرا، منتظر سیگنال موشک باشین. بریم. بچه ها بریم طبقه بالا، پشت سرم بیاییم. موقع تغییر شیفته؟ اما الان خیلی زوده، فکر کنم به خاطر گرمی هواست.
سر همین زود به زود شیفت رو عوض میکنم. پاشیم بچه ها پاشیم، باید بریم. چه خبر شده؟ ما اجساد رو پنهان میکنیم، شما پای سر آرایش بگیرید. نوبت ماست. آقایون افسران، همه گیه شما باید این اتاق رو ترک کنید. های هیتلر، خاطر داری؟
نه ساشا، این دیگه خیلی ساده است، خیلی زیاد. کاش اینقدر احمقانه حرکت نمی کردی. دختر زرنگ، من گونتر رو باور نکردم. حالا میخوای چی کار کنی؟ ها؟ بگو کاتیا. وای کاتیا، بایستی بذاریدش زمین. چطوری ثابتی؟ بد نیستم. همین خوبه و صبر داشته باش، پیروزی نزدیکه. من الان نمیتونم بمیرم، تازه پسرمو پیدا کردم. به تک تیر اندازه بگین که عقب نشینی کنن. رادیونوف کجاست؟ نه از کجا میتونم اونو بیارم کنارت؟ ما خودمون اینجاییم. چی میخوای؟ اینجا چه غلطی میکنی؟ رادیونوف کجاست؟ همین دور اطرافه. عجله نکن، کاپیتان خونریزی داره. اگه باشه. اتفاقی بیافته پوشش تو میده. بعدا متوجه میشی. بچه ها را بیافتی، تو بمون ثباتی. من اینجا میمونم. نظره چی همو گوش. خب همگی اینجا این؟ آره همین درسته. با آقای سبز آروم آروم داریم میاییم. کاتیا منم عزیزم، آروم باش، صبر داشته باش. آی درد داره. آره دستت متاسفم. با این اتفاق دیگه جنگ برای تو تموم شده است. تو زنده میمونی. و به حق خودت میرسی. من به نشانه تو نیاز دارم. کجا گذاشتیش؟ اینجا. بازم ببخشید. خداحافظش. ساشا. بله. میدونستم که اینجوری میشه. یه یادداشت برات گذاشتم بخونش. ساشا. بله
حالا دیگه جنگ برای تو هم تموم شده است. منم همینطور فکر میکنم. عالی شد. آره انگار جنگی نبود. رفقای مبارز، باید بهتون بگم تو این عملیات ما خیلی ها را از دست دادیم، اما ما هنوز کار اصلی رو انجام ندادیم و قبل از پیشروی نیروهای ما نازی ها ایستگاه برقابی دنیپر رو منفجر میکنن. الان وقتش رسیده از هم جدا بشیم. به همه شرکت کنندگان تو عملیات جوایزی اهدا میشه. درست شنیدین، شما جوایزتون رو تو محل وظیفتون دریافت میکنین. حتی کسانی که دیگه بین ما نیستن. قراره کجا بریم جنرال؟ مطمئنن یه جایی پیدا میکنیم. جنگ به اندازه کافی برای همه هست، حتی برای تو و برای دخترها. خدا نگهدار و متشکرم. کاتیا، تو ستاد خواستنت. کی؟ خب این یارو سرهنگ دوم ژدانوویچ. تعقیبم میکنی؟ وقتی خودتو با رفاقت با یه آلمانی تحقیر میکنی به اینجاش فکر نکردی؟ مزخرفات تو با عقل من جور در نمیاد. اسلحه تو تحویل بده. سوار ماشین شو. داریم کجا میری؟ برای چی؟ میفهمی میفهم. چرا؟ من همه یه وظایفم رو درست انجام دادم. بله، تو همه چیز رو درست انجام دادی. آفرین. اگه تو مدرسه بودی حتما بهت نمره خوبی میدادم و حسابی تشویقت میکردم. البته اگه یه کاری رو نمیکردی. چه کاریو؟ خب ما شما رو توی جنگل دیدیم، اونم با یک آشنا. میتونی حدس بزنی با کی؟ من در مورد دوست عزیز تو بارون فون بوس صحبت میکنم، اما شاهدمون کشته شد. من شرشو کم کردم. همه چیز مطابق با قانونه، درست مثل مقررات اصلی. چرا ساکتی؟ حرفی برای گفتن نداری؟ البته که تو باید تو دادگاه نظامی پاسخگو باشی. چرا اینجا جواب بدی؟ نمیتونی از پس این یکی بر بیایی مثل پدرت، درست مثل اونی بیرم حرومزاده. اون زندگی منو خراب کرد، ازش متنفرم. اما تو از پس من در مورد پدرم درست صحبت کن. من اون عوضی آدم حساب کردم، اما اون خیانت کرد حرومزاده. اینا بگیر بخونش. یه تلگرام از خود مسکو. رودیونوف آزاد کنیم. کاملا متوجه شدی یا نه؟ بله امر، امر شماست قربان. درست انجامش بده. اگه به کسی بگی من تو رو زنده نمیذارم، فهمیدی؟ خود رفیق استالین گفت رودیونوف رو آزاد کنین. متوجه حرفم شدی؟ یا جور دیگه حالیت کنم؟ کاملا، هیچ مشکلی نیست. فعلا خدا نگهدار. سرتو نگاه نکن، حرکت کن.
قربان آلمانیا دنبالمونن. چی؟ گاز بده به جمزه باش. چرا اینقدر ترسیدی رفیق سرهنگ؟ تو از من نمیترسی؟ نه نمیترسم. مسلسلو بده به من. چی داری میگی؟ مسلسلو بده به من. من ماهر ترسم. الکساندر فون روس، سلاحتون رو تحویل بدین. باید با ما بیاید. بهش فشار نیارون الان تو شکه. مطمئنم حالا کم کم همه چی درست میشه. گروهان به جای خود. به دست فنگ. Oh!
قطار شماره 17.3 از مسیر سوم در 15.00 فاصله میگیرد. قطار آمبولانس به ریل دوم رسید. تکرار میکنم، قطار مجروحان به مسیر دوم رسیده است. بارگیری مجروحان آغاز میشود. لطفاً به سکو مراجعه کنید.